یاران آسمانی. با نام و یاد خداوند متعال، بینندگان عزیز سلام بر شما. خوش آمدید به برنامه یاران آسمانی از شبکه تلویزیونی استقلال. در خدمت خانواده شهید اکبری هستیم و صحبت خواهیم کرد در رابطه با مقام و شخصیت ای شهید بزرگوار و چگونگی به شهادت رسیدن ای بزرگوار. در خدمت برادر بزرگوار ایشان قرار داریم و با ایشان صحبت خواهیم کرد. سلام بر شما، وقت شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. رب شهدا و صدیقین، از اولتر خیر مقدم میگم به آمدین اینجا از خانواده شهدا سر زدین، تشکر میکنم. سلام و درود دارم خدمت تمام بینندگان تلویزیون استقلال. برادر شهید، من سال 78 شهید شدن که در جریان سال 78 کلگی بینندگان محترم در جریان هستند، مردم شهید پرور هرات که یک کودتایی شد وقتی طالبا، به خاطر دیگه تحمل نمیشد واقعیت، طالبا بیش کس را هم نمیکرد. برادر من به خاطر همین شهید شد، گفت ما دیگه این زندگی که با ذلت باشد دیگه هیچ وقت نمیپذیریم، یا شهادت یا آزادی. به خاطر همین رفت شهید شدن. شهید اکبری چگونه شخصیت داشتن در بین خانواده، در بین اجتماع، با خود شما؟ باور کن شهید اکبری یک شخصیتی بسیار بالای داشت، به خاطر از اینکه همیشه کسایی که زیر دست از او بود نوازش میکرد. همیشه به او زمانی که هیچ وقت درس و تعلیم نبود برای ما، همیشه کوشش میکرد که برین درس بخونین. علم است که افغانستان را نجات میده. هر وقتی که شما دست به قلم زدین دیگه، دست از تفنگ برداشتین، دست به قلم زدین، 100% افغانستان آزاد میشه. افغانستان باید یک طوری باشد که افغانستان دیگر از این جنگ دست بکشند، دیگه دست به تفنگ نبرن، دست به قلم ببرن. این از او وقتی آدم همیشه کوشش میکرد. ولی بچه‌هاش هم واقعیت رای پدر خود ادامه دادن، درس خواندن. دخترش از پنتون فارغ شد، پسرش هم دکترا دمی بخش دکتر داخله میخونه، یک دختر دیگه ایش هم پنتون میره. انشاءالله که اینا کامیاب شنه. ما از دولت واقعیت همیشه خانواده شهدا در مجموع خفه است، به خاطر هیچ وقت خانواده شهدا را دولت هیچ وقت زیر پوشش قرار نداده. خانواده شهدا نمیگه برای ما یک کیسه برنج بدین، هیچ وقت دیر نگفته، گفته فرصت برای ما بدین، یک فرصت برای ما مهیا کنین، ما درس بخونیم. درس زیربنای کشور است، میسازه زیربنای کشور. وقتی که ما سواد داشتیم، درس خوندیم، میتونیم کشور خود بسازیم. خانواده شهدا همیشه از دولت امیر خواسته که برای ما رسیدگی کن در قسمت تعلیم و تربیت. بورسیایی که برای پولدارا میدین، وزیرا میدین، چرا به خانواده شهدا نمیدن؟ تا بال هیچ خانواده شهدا ما تا حال ندیدیم که بورسیه دولت از آدرس دولت به خانواده شهدا داده بشه. بله، میخوایم بیشتر صحبت بکنیم در رابطه با شهید اکبری، برادر بزرگوار شما. برادر بزرگتر از شما بودن؟ بله، بزرگ خانه ما اکبری و عبدالحمید اکبری بودن. بله، شهید اکبری چگونه به شهادت رسید؟ شهید اکبری اینا آمدن در شهر، شهر آمدن به خاطر اوضاع اون وقتم خراب بود، کودتا شده بود علیه طالبا. آمدن در شهر اینا دو از تقریبا 37-38 نفر بودن یک جا، اینا هم 37-38 نفر یک جا شهید کردن. چگونه؟ به کجا؟ کدام؟ به پل خیمه‌دزان. ایتگه ما آمار رو گرفتیم بعد از فهمید پل خیمه‌دزان، ما بین خونه بودن، از اونجا اینا دستگیر شدن، بردن به کوی کمرقلا، همونجا به شهادت رساند سی جمعی. شما چگونه اطلاع پیدا کردین؟ ما زمان طالبا که اطلاع پیدا نتونستیم. بعد از اینکه سال 80 که طالبا سقوط کرد، ما تا اون وقت هم در فکر بودیم که شاید به زندان قندار باشد، کدام جای دیگه برده باشد، پاکستان برده باشد. تا اون وقت هم امیدوار بودیم. بعد از او دقیق معلوم شد کسایی که با اینا بودن
همو سیویج معترض اونا پیدا شد، کلی خانه از جیب اونا پیدا شد، هم مشخصاتی که خود از اینا بودن پیدا شد، ما متوجه شدیم که ناشهید شدن همیشه. از دست دادن یک برادر و برادر بزرگ واقعا سخته؟ واقعا سخته. ما هیچ وقت طوال را جبران نتونستیم. برای ما یک کو بود از روزی که شهید شد. واقعا دیگه ما بسیار کمبوتات از حس میکنیم از آقا اکبری. واقعا برای ما یک پشتبان خیلی بود. به نظر شما چه ویژگی داشتن آقا اکبری که خداوند روزی شهادت نصیب شد؟ آقا اکبری شهید ویژگی که اول از اون وقتی که من خورد بودم یادم، همیشه ما رو تشویق میکرد که با همسایا با همه مردم باید بسیار روی خوب داشته باشه. ما خودمون خود بودم، طبیعتاً شوخ بودیم، مکتب یا مسجدی که میرفتیم همیشه من نصیحت میکرد هیچ وقت هیچ کسی نباید دست آزار یا آزار بیابه یا بیا شکایت کنه. میگود با همسایا مثل برادر باید باشین، با همه مردم مثل برادر باید باشین، اون عضو دویم خانواده همسایا. همیشه برای ما نصیحت را همیشه داشت. خب حالا که شهید اکبری به مقام شهادت رسیدن، قطعا گفتم سختی های خود خورداره و فراق برادر، شما بعد از این قضیه افتخار میکنید به این مقام شهادت؟ ما بله، شهید درسته که فعلا در بین ما نیست، اما شهید زنده است. شهید همیشه فامید جاویدانه است. شهید ایش کس فامید افتخار را پیدا نمی کند که فامید به جام شهادت می نمیشد. ما به افتخار بکنیم بخیر. برای خدا را شکر بکنیم، چون ما کسایی هستیم که خداوند به دنیا خلق کرده پس می بره. اما باید به کسی که شهید بشه افتخار کنیم. بله ممنونیم از شما برادر گرامی. خواهش میکنم، خیلی خوش آمدین، در شما درد نکنم، زحمت کشیدین. قربان شما. صحبت خواهیم کرد با اعضای خانواده شهید اکبری بعد از یک وقفه کوتاه. بس که برای عشق شما گریه می کنم، با هر نوای عشق شما گریه می کنم. از کودکان مکتب ایثار و غیرتم، عمری برای عشق شما گریه می کنم. روح و وجود و هر نفسم وصل بر شماست، روحم فدای عشق شما گریه می کنم. ای عاشقان شاه شهیدان شبیریان، ای عاشقان شاه شهیدان شبیریان، من از وفای عشق شما گریه می کنم. مردان آسمان به فدای صفایتان، من از صفای عشق شما گریه می کنم. راه شما راه خداوند اکبر است، راه شما راه خداوند اکبر است، پس با خدای عشق شما گریه می کنم. هر بانگ تکبیر شما بانگ زینب است، با هر ندای عشق شما گریه می کنم. چون یا حسین بر دلتان نقش بسته است، چون یا حسین بر دلتان نقش بسته است، با کربلای عشق شما گریه می کنم.
سربندتان نام ابوالفضل و فاطمه است، سربندتان نام ابوالفضل و فاطمه است، زیر لوای عشق شما گریه می کنم. اینک برای کشور ما یک دعا کنید، اینک برای کشور ما یک دعا کنید، من با دعای عشق شما گریه می کنم. جا مانده ام از رهتان عاشقان عشق، اما به پای عشق شما گریه می کنم. بینندگان گرامی، خوش آمدید به بخش دوم برنامه یاران آسمانی از شبکه تلویزیونی استقلال. در خدمت همسر شهید اکبری هستیم و صحبت میکنیم پیرامون شخصیت، رفتار و کردار شهید بزرگوار در خانواده. مادر سلام بر شما، وقت شما بخیر. سلام، خوش آمدید. حضرت مای غریب سر زدن، تشکر کردن. بزرگوار شما مادر. و میخوایم صحبت بکنیم در رابطه با شهید اکبری، از رفتارشان داخل خانه، برخوردشان با شما چگونه بود رفتار شهید بزرگوار در خانواده؟ خیلی اخلاق خوب داشت، خیلی لایق بود، خیلی آدم نامدار بود، پدرشناس، همسرشناس، مردمی بود، خیلی لایق بود دیگر. خدای دیگر تشویق میکرد برادرها رو، بچه‌اش خورد بود، برادرها میکرد درس بخوان، و خیلی بچه هم خورد بود. خدای یک بچه کلان هیدر نامدار 9 ساله بود، یه زهرا دختر من بود 6 ساله بود، امی عباس بچه ای خود دیگه 2.5 ساله بود، دختر کوچیکی من 6 ماه بود. دیگه من زیاد چی نمانده دیگه، همیشه تشویق از اینا بود بچه ها درس بخونه، بچه هم خود جمع کو. دیگه بیرون مرفت دیگه که نمد، گفت که ما 3-4 روز نمیده نگران چرا نمه اینا کجا شده. بیرون من امون سود دمی در آمد با هم رفت، دیگه که نمد تا امروز نره، هرچی میکنم کجا شده اینا چرا نبود، از من تاشه میکرد بیرون مردکا، از من تاشه میکرد اونا میامه باسان، گفت نه اونا شهید شده نمیده، دیگه طالبا افتاده. خیلی دیگه تیر شد مرگت بید برده کوی کمرقلا، باز اونجا رفتی، در اونجا رفتی یک دره بالای تپه بود، اونجا رفتی خیلی همینطور جنازه چیز مثل قاغذ لباس کف زیاد بود، اونجا رفت نگاه که قضا ناسا یکنی نشناخته، همین گروه چی بود دیگه، زمام داد و غلامی اینا بود، و از مور برد از او در اونجا اشنایی نداشت، رفتی مورد یک دری دیگه پیش بود، کوی کلان بود دو وسط از او کوی کمه کلای، اونجا رفتی بز دیگه می واجور که مبرم دید میرزن یک جای آتش میزنه همینطور ریختنده به دونه را، ولی از اونو بنزین هم تا درد داد، اصلا اونا شنخته این هم شد دیگه، همینطور لگن های پای دست وجود سر کردی سر اینا رو وجود برابر میکرد، اونه سان سفید امروز ما 23 تن وجود برابر کردی استخوان های شده دیگه، همینطور فهمیدن نشد. چقدر سخت بود ای که بچه ها خورد سال و پدر خانواده از دنیا؟ خیلی سختی یار بدبختی یار تیرم، خیلی غریب یار نادر یار تیرم دیگه، خود کمر بسته کنم زمت کشتم، خرد بیارم کار کنم، خیلی بچه ها خدر میکنم دیستم بهش کسی راز نباشد، من خانواده نامی بودی، نام دار بودی، پدر من، خانواده خسور من، شوهر من، ما دوست ندارم کدایی کنم پیش مردم دوست ندارم، راستون مرسید به خودم کمر بسته کنم کار میکنم. پس قطعا سخت بوده که هم پدر خانواده باشین و هم مادر خانواده. خیلی سختی یاد دیر بیرار من شهید شده، یک جای خسور بیرین از من 3 نفر همون روز یک جای شهید شده، 3 نفر از یک خانواده در یک جا شهید شده. همون روز که همه قلق من رفتی همون زن بیرار من همین خسور بیرین من بود، زن چند بود من بود دیگه، همون تو حالت سخت همون روز مداشته دیگه کسی باش تسپاه رو بال کنه قد جنازه رو نگاه کنه ما بیرار خوره خسرو بیرم شوی مثلا معلومه چی در آشنایی نداشتی دیگه، من گفتم اینجا بود امر اینم جی گفت من خلاص چک کردم اینو در جنازه خبی بود دیگه، همون روز بدترین روز سر بود دیگه، حالا
فراموش نشده. اینا رو داخل در قاری برده بودن و آتیش زده بودن؟ نه، وسط دو در، همین دره کوی کمر خلا، وسط رفتم اینجا همینطور، همه را اندخت و مثل گاجور همینطور ریز مونه میرده کمپلیس ماشین ها آجا بارونه همون خم اندخت و بلنش بنزین اندخت و در داده بودن چقدر بیره هم بوده بودن چون میکنم نور سلخ سلخ کتی کشن چرا در داده خب میشن کنم بنده خدا خانوادش همون نور میشنسه همینطور سیاه دغال زغالش دادم مادر بعد از اینکه شهید اکبری به شهادت رسیدن قطعا سختی ها بسیار زیاد شده خیلی از دواز زیاد شده سرمیده در اصل تمام این سختی ها بر دوش شما بود بچه ها هنوز نادانتر بودن کوچکتر بودن و تمام سختی ها به گردن شما بود با این وصف وقتی که خبر شهادت شهید شنیدین بعد از مراسمات که تمام میشه قطعا خدا را شاکر بودن و دیگه ایتر آدم لایق ده ای درجه بره دیگه در کس ده ای درجه من خیلی شهادت درجه بالایی میدن و دیگه افتخار ده ای درای شهید بره دیگه برام بودم درباری ناموس دو همی افغانستان ناموس همی نای خود دفاع کرد دیگه قتل با درگش نیز افغانستان نگره کشور نگره دیگه جان فدای از نو خود دیگه در راه وطن جان دادن گفتنی آخر شما رو میشنیم در رابطه با اینکه مقام شهادت قطعا بلند هست به خانواده های شهدا چی میگن با این وصف که شما از چندین ساله که این درد رو تحمل میکنین با این وصف میخوام بگیم که به خانواده شهدا چی میگن صبر پیشه کنن چی کار کنن خانواده این شهدا خدا برای صبر صبر بیده خیلی سخت کننده ما خودم سرخ دیدیم وی بچه هایم رفت از دنیا عزیز برارم رفت خسر برم رفت خسرم رفت چهارتم شهید دارم خیلی دردی وحشتناک دردم خدا یه دیگه صبر میده برای خانوادش خدا همه خانواده شهید را صبر برش میده و قطعا باعث افتخار هم افتخار همه چی دیگه افتخار برش میده شهیدی در راه حق میده دیگه خیلی ممنونیم از شما مادر گرامی بزرگواری کردین که صحبت کردین تشکر شما بینندگان گرامی با همسر شهید اکبری هم صحبت کردیم صحبت دیگری خواهیم داشت با یکی از اعضای خانواده شهید اکبری با ما باشید بینندگان گرامی به بخش پایانی برنامه یاران آسمانی خوش آمدید در خدمت دختر شهید اکبری هستیم و صحبت میکنیم پیرامون شهید اکبری شخصیتشان و نوع شهادت و همچنان سختی یکی پدر از دست بدیم چقدر سخت خواهد بود سلام بر شما وقت شما بخیر سلام بر شما خیلی خوش آمدین بزرگوارین یک معرفی کوتاه اگر داشته باشه بسم الله الرحمن الرحیم زهرا هستم دختر فرزند دوم شهید عبدالحمید میخوایم صحبت بکنین شما در رابطه با شخصیت پدرتان طوری که میگن شما در اون زمان خردسال بودین چیزی یاد شما مانده اصلا؟ زیاد چیزی که یاد من نیست فقط پدرم بعضی روزا خانه میامد خیلی آدم خیلی مهربان بود خیلی رفتارش خوب بود خیلی ما رو خیلی دوست داشت بعد دیگه چیزی زیاده از پدر من یاد من نیست از سختی ها بگین پدر شما یک فرد جهادی بوده و قطعا سختی های را خانوادهشان متقبل می شده میخوایم از سختی ها صحبت بکنیم چقدر از این سختی ها تحمل کردن طوری که ما شنیدیم طالبان به خانه شما آمد تا یورش می آوردن صحبت بکنین در این رابطه روزایی که پدر من بعضی روزا خانه روزها خانه می اومد شب شبا خانه می اومد روزها میرفت جای قایم شد نمیدونم کجا مثلا میرفت بعد طالبا می آمد صبحگاه یعنی ستاره تو آسمان بود که پدر من چی طالبا می آمد ما خیلی می ترسیدیم جلو پنجره نگام طالبا می آمد جیغ می زدیم خیلی می ترسیدیم وحشتناک بود بعد دیگه هیچی دیگه اونا چند روز خانه مثلا محاصره بودن بعد از چند روز شنیدیم که پدر من نمیدونم از کجا دستگیر کردن برده بودن زندان با مادر خانه دوبار رفتیم زندان رفتیم مادر من رو کتک میزد با تفنگ یک بار در سر مادر من زد یک بار در شانه مادر من زد سرشان شکستم خون در اومد خیلی روزای وحشتناکی داشتم یعنی از چند سال تقریبا 6 ساله اینا بودم چند روزی که رفتم زندان دیدن چه پدر خانه خیلی روزای سختی بود
قطعا وقتی که شما پدر خواهر از دست دادین سختی ها زیاد میشه داخل خانواده، مخصوصا برای مادر خانواده و دختر خانواده که در اصل میگن دخترها بابایی هن و بیشتر میل به پدر دارن. شما چگونه گذراندین این سختی ها را؟ واقعا خیلی درد بود، خیلی برای ما سخت بود. یعنی هر روزی که من فکر کنم مثلا یاد پدر بیافتم، یعنی بغض گلوم من میگیره، اش تو چشمای مادر میشه. یعنی واقعا خیلی برای ما سخت بود. با این وصف چگونه شد که تانستن تا الان مثلا این درد رو تحمل بکنین؟ داد خدا بوده، نعمتی از طرف خدا تحت نام صبر به شما داده شده، یا توکلی کردین به ائمه اطهار؟ اینکه تحمل کردیم، شهادت نصیب پدرم شد، از خدا که منان هستیم، خدا بهم صبر دادن. ولی روزای خیلی سخت رو گذراندیم. واقعا پدر من رفت، من بزرگ خانواده بودم، خواهر من 6 ماهش بود، برادرم 2 سالش بود، من تقریبا 6 سال ما بود، برادرم هم 8 سالش بود، 4 نفر هستیم، خیلی روزای سخت رو گذراندیم، کسی نبود از ما سر بزنم. یعنی خیلی واقعا روزای خیلی سخت رو ما گذراندیم. مادرم بنده خودم رفت بیرون، کارهای شاقه مردانه رو انجام میداد، یعنی گندم دراو میکردن، یعنی رشقای برای مردم، گاوای مردم دراو میکردن تا یک کمکی باشه برای ما خرج در بیارن، یعنی نان برای ما سر سفره بیارن. بله، شما رو با این حالتهایی که دیدین خدا رو شاکرین به خاطر اینکه مقام شهادت به در شما دادن؟ بله 100%، ولی خدا رو شاکرین. چرا؟ شهادت چرقم برای شما گم. خیلی خوشحالم از این که در راه وطن، در راه مردم خود جان خود فدا کرد. خیلی خوشحال هستم. بله، و قطعا که شهادت یکی از مقام های بالایی هست که به هر کسی عطا نمیشه. سپاسگزارم از شما خواهر گرامی که وقت گذاشتید صحبت کردین با ما. انشاءالله در برنامه های بعدی هم صحبت خواهیم کرد که روان شهدای دیگری که با پدر شما یک جای شهید شده. ممنونیم از شما. بینندگان گرامی، برنامه یاران آسمانی به پایان میرسد. در اینجا شهادت، باز هم طبق روال گذشته صحبت میکنیم از شهادت، شهید، مقام شهید. قطعا به هر کسی میسر نیست، همه میمیرن ولی عده زیبا میمیرن، همه از دنیا میرن ولی عده با تمامی زیبایی هایی که در دنیا وجود داره خداحافظی میکنن به خاطر یک هدف و مرام، و این هدف و مرام هست که به این افراد هویت میبخشه، جاودانگی میبخشه. و قطعا شهادت بهترین راه، بهترین روش برای رخت بربستن از دنیای فانی است. ممنونیم از توجه شما بینندگان عزیز برنامه یاران آسمانی. تا برنامه دیگر از شبکه تلویزیونی استقلال و حضور ما از این دریچه به خدمت شما گرامیان، همه شما عزیزان را به خداوند منان میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.